برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. فرماندهی ستاد عملیات کربلا با اشاره به وضع طرحی امنیتی برای محرم و عاشورا در این استان از آماده باش نیروهای امنیتی و هواپیمایی ارتش برای تأمین امنیت عاشورا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، فاهم کریم الگریتی مدیر واحد رسانه‌ای فرماندهی ستاد عملیات کربلا گفت که این طرح با نظارت مستقیم عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق و نظارت میدانی علی الهاشمی فرمانده ستاد عملیات کربلا وضع شده است. الگریتی گفت که وزارت دفاع و کشور به همه وزارتخانه های دیگر به ویژه حمل و نقل، بهداشت و برق کمک می کنند. استانداری کربلا معلا همزمان با نزدیک شدن به عاشورای حسینی و سالروز شهادت امام حسین علیه السلام از تعطیلی 3 روزه در شهر مقدس کربلا خبر داد. استانداری کربلا با انتشار بیانیه اعلام کرد انسیف جاسم الخطابی استاندار کربلا معلا از تعطیلی رسمی روزهای کاری 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه هفته جاری خبر داد. در این بیانیه آمده تصمیم به تعطیل کردن این 3 روز به مناسبت سالروز شهادت امام حسین علیه السلام اتخاذ شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که در جریان کارزار این سازمان 354 هزار امضا جمع‌آوری شده که از طالبان می خواهند به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. عفو بین الملل این کارزار را یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی خوانده است. این سازمان روز جمعه 22 تیر در ایکس نوشته است که با تداوم وضعیت فاجعه بار حقوق بشر باید به خواست مشترک برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه داده شود. طالبان محدودیت‌های شدید نسبت به حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان وضع کردند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. عفو بین الملل از پاکستان خواسته است تا به وضعیت بلا تکلیفی بیش از 2,100,000 نفر مهاجر افغانستان پایان دهد و امکانات لازم را برای همه مهاجران مهیا کند. پس از رد گزارش ها در مورد تعلیق اخراج مهاجران فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که به بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2,100,000 نفر مهاجر افغانستانی پایان دهد. عفو بین الملل از حکومت پاکستان می‌خواهد مدت اقامت همه مهاجران افغانستان که در این کشور هستند را تمدید کند. این در حالی است که شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان با خطر اخراج مواجهند و میگویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود.